ببین چه میگم آقا شلده ها ای زودتر برگشتی یه سری به ننه من بزن چش سر بزنم کاری نهاری؟ نه دیگه قربون تو هم بوق بزن چیه باز که رفتی تو ها؟ آوری کرا بخم بخم الان را دیر وسط بگیرم که حسابی بری تو حال ننه من اینجا سلام ننه وای سلام مادر الهی دورت بگردم تو کی اومدی که من ندیدمه وای بادا شما مادر قربونت برم الهی ببینم ننه طرف کیه تو اتاق چیکار داره میکنی؟ ولش کن مستاجر جدیده دیروز آینه و قرآن آورد امروز هم اساسشو آخه باباش کیه؟ ننش کیه؟ شوهرش چیکار است؟ یه خوده یواشتر اونجور که خودش میگفت دو ماه پیش از مشهد برمیگشته ماشینشون تصادف کرد بابا و ننه و شوهرش مردن یعنی الان هیچ کسو نداره؟ نه پسر جون تنهای تنهاست یه همچی بی کسو کاری رو چرا گذاشتی بیاد تو این خونه؟ ببین ننه ما یه اون تو این محل با آبرو زندگی کردیم این ممکنه فرده باعث بدنومیمون بشه نه مادر جون قیافش به این حرفا نمیخوره دوم از اونش من مجبور بودم یه مستاجر بیارم چون تو هر وقت میری بیابون هفت روز پیدات نمیشه آخه من میترسم تنها تو این خونه باشم من که بهت گفته بودم هر وقت ترون میرم بیرون ننه رخشو رو بیار خونه پیشت بمونه واسه چه اتاقو دادی به این حالا که کار از کار گذشته پسرم چرا داری خودتو ناراحت میکنی؟ خیلی خب باشه باشه ببینم کجا میری؟ میرم سنگامو باهاش وا بکنم جونه هرچی مرده اگه یه خط عوضی بره خودم به فصلش حسابشو میرسم نگاه کن کلوفارش نکن یا اول با تو بعد یا اولوتو گیری خارجی باز کولمونو بسریم بالا قامچی یه چیزی سرت کن میخوام بیام تو اجازه بدی بفرمی یا الله سلام علیکم سلام ببخشین رادیوی ما باسمه ایه زیاد بهش فشار نیاریم شما زن خونه ای؟ یا روزا میرین سر کار؟ جناب عالی به ما میگم ماشاءالله ریز نقش به ریز و درشتیتون کار ندارم میگم چی کاره این که دارین ازم سوال میکنین مگه صابخونه ای؟ شما اینجور حساب کن حالا شد یه چیزی نه خیر من سر کار نمیرم هرچند شوهرم مرده و نون آور ندارم اما بابا ننه خدا بیامرزم یه چندر قاضی واسه هم گذاشتن که احتیاجی به کار کردن نداشته باشم بله جریان تصادف و ننم واسه هم تعریف کرد خیلی ناراحت شدم متشکرم به اون رادیو فشار نیاری ببینم چند وقت بود که عروسی کرده بودیم؟ 15 ماه الحمدلله بچه دار نشدیم وگرنه الان یه ناراحتی هم واسه بچه داشتم آره راست میگی اینم یه پانشاتی بود واسه تو خب حالا بریم به صحبت خودمون راستش من دوست نداشتم مستاجر بیاد تو این خونه
اما حالا که شما اومدین باز خیلی مواظب باشین که کلامون تو هم نره. میدونی اگه یه وقتی فکر ددر رفتن به سرتون بزنه یا شب دیر به خونه بیاین، من جوش میارم، بد رقمی هم جوش میارم. نه خاطرتون جمع باشه، من به خانم بزرگ قول دادم پامو تنها از خونه بیرون نذارم. همومم که میخوام برم با خانم بزرگ میرم. خلاصه یه مطلب، میفرمودم یعنی خودتون که بهتر میدونین دیگه باز چی کار بکنیم. من چرا اینقدر زیادی بس بایرسه سک بسته بود تو چشاش. نکنه عاشقش شده باشی، چون پدر خدا بیامرزت هم با یه نگاه عاشق من شده بود. سرتون انداز پایین، جواب منو بده. میگم اگه عاشق شدی ردش کنم بره. آخه واسه چی؟ خب معلومه دیگه، اون یه زنه. پس میخواستی مرد باشه؟ میگم اون زنه، تو باید با یه دختر عروسی کنی، میفهمی یا نه؟ ما که حالا تو خط زن گرفتن نیستیم دنه، اما اگه روزی روزگاری خواستیم زن بگیریم، اون زن باید این زن باشه. خیلی خوب آقا ماشالله، حالا که اینو گفتی همین الان میرم جوابش میکنم به صاحب کن نه گوش کن چی میگم. خدا رو خوش نمیاد یه دختر تنها و بی کسی از خودت برنجونی. خدا مرگم بده، تو که یه دقیقه پیش میگفتی واسه چی اتاقو دادی به یه زن تنها. خانه دیگه تنها نیست ننه، خودم دورو برشم، خودم نوکرشم، خودم ها بخواشم. قبول کن ننه، نوکرتم. لا اله الا الله. خیلی خوب، بیا نهارتو بخور، غذا یخ کرد. دوست دارم ماشاءالله، به خدا از جون خودم هم بیشتر دوست دارم. دلم میخواد زنت بشم، شبا مست کنی بیای خونه، بازوامو بگیری فشار بدی، فشار 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 همچین محکم بگیری فشار بدی. ای وای خدا برگم بدی. چه تا دختر سر پیش که آدم با این سرعت نمیاد. من خواهش شما رو ندیدم. ده نفهمیدم حالا کجا داری در میری. وایسا واسه نماینده بیمه بیا سری پرپای ما رو در رو داغون کردی. به باز خسارتش بدی. مصبت و شوش دختر نخه نمازو باز تو همین آبادی بخونی. الو الو خیلی خودتون تو نمیدون الو اصلا نفهم بیدم که برام سر داری گذاشتی. خیلی شدم ببینم بابای خدا بیا مرسم هم همینجوری عشق بازی میکرد. سندلی رو بردی تو اومد اصلی بابا الله. ببینه ای خلعتی زریه میخوام همین امروستی ها درش بیاری. این هم دو قواره چادریه، یه قوارش مال خودت، یه قوارش هم مال زری. ببینه اگه خیاطی بلد نیست خودت باز بازاش بدوزی ها. بالاخره تصمیم گرفتی با همین عروسی کنی؟ خب آره دیگه، اما تو نبیری باز خودم این کار رو نمی کنم، فقط بخوام تو زودتر سال با عروس داشیم. تو فکر نمیکنی اگه به جای دختر با یه زن عروسی کنی مردم پشت سرمون چه دری وریایی میگن؟ ای بابا مردم هم ولش ننه. مدیر کاراجمون میگفت دخترم چند روز مینیجوب ترش کرد، همه گفتن جلفه. دومنه پیرنش رو برد تا پایین دانوش، گفتن اماله. رفت از این ماسکی پاسکی ها پوشید،
گفتم پاهاش زشته، مخصوصا ماسکی پوشیده که زشتی پاهاش معلوم نشه. پا آدم هر رقمی زندگی بکنه، مردم حرف خودشونو میزنن. از قدیم گفتن در دروازه رو میشه بست، اما در دهن مردمو نمیشه بست. به مولا ننه، اگه فردا با دختر شاه پریونم عروسی بکنم، باز مردم پشت سرم رو ریگ میشینن. اونم کی؟ تو همون شب عروسی. قیمه پلو رو با دوغ میدم پایین، آروغ میزنن، مطلق میگن، آروغ میزنن، دریوری میگن، آروغ میزنن، لغز میخونن. حالا میگی نه؟ امتحانش مرجانیه. خب من میرم اینا رو. مجبورم دیگه چیکار کنم؟ چاره اینه. نه برم من. خدا نه. نه با این چیزا نمیتونی ما رو گول بزنی. بشین و جواب حرف منو. جواب حرف تو رو میدم. فعلا یه چیزی بخور گلو تازه شه. ما خودمون قاپ قمارخونه این بچه. همه این مدل ها رو اجرا کردیم. اینا رو بهش میگن برنامه علافی. تا تو خیال منو راحت نکنی چیزی از گلوم پایین نمیره. والا نمیدونم چه جوری جواب تو بدم. میترسم یه چیزی بگم ناراحت بشی. بینا نکنی فکر دوست شده باشی. آره تامی جون، من از کار کردن تو کافه منصرف شدم. آخه میدونی اون وقت که تصمیم داشتم بیام تو کافه کار کنم، برای آیندم خیلی نگران بودم. از ناچاری میخواستم اون کار رو قبول کنم، اما حالا دیگه اون اجبار رو ندارم. چون مردی رو که سالها انتظارش رو میکشیدم بالاخره پیدا کردم. اون با من عروسی میکنه و من از تنهایی و بدبختی نجات میده. خب این مردی رو که سالها انتظارش رو میکشیدی کیه؟ صاحب خونمون آقا ماشالله. بهش میگن ماشالله ریز نقش. آقا ماشالله خودمونه میگی؟ باریکالله باریکالله. خوشمان آمد از سلیقت. شوهر با حال پیدا کردی ها. آقا ماشالله خیلی سالاره، خیلی آقاست. الحمدلله از بس نیش چاقو خورده، از گرم گردنش تا نوک پاش زخم و زیلیه. نفهمیدم، مگه تو تمامی جونشو دیدی؟ ما رو باش که میخواستیم کیو نونوار کنیم. آخه بیشور، تو که میخواستی خودت علاف شوهر بکنی، خب میرفتی دنبال یه جوان ترگل ورگل؟ چرا رفتی دنبال یه چاقوکش وحشی؟ میدونی، من از پسرهایی که زیر ابروشون رو ور میدارن و پودر و کرم به صورتشون میزنن خوشم نمیاد. شوهر دلخواه من مردی که پیشونیش چروک داشته باشه، صورتش شکسته باشه، قیافش پر از خشونت باشه. میفهمی؟ خشونت. اینو تا حالا به کسی نگفتم، فقط به تو دارم میگم. من عاشق خشونت مردم. دلم میخواد شب که شوهرم میاد خونه بی خودی ازم بونه بگیره، اول یه فس کتکم بزنه، خونین و مالینم بکنه، بعد ازم بخواد که وظیفه همسریمو انجام بدم. آره من یه همچین مردی رو دوست دارم. اونم خیلی راحت گیرش آوردم. الهی یا الهی. خب من میرم نهار بخورم استاد. کاری نداری؟ نه بارا. استاد اونجره هر برده برو گمسا با استاد ماره. مثلا که چی؟ اومده اینجا چیکار کنه؟ اون گوشت مارده رو از دهنت در آر. گفتم اینجا واسه چی اومده؟ انقدر قیاف نگی واسه ما. ما خودمون 40 سال تو برزخ خریم. بالاخره میگی ما چی اینجا اومده؟ تو چرا بی خودی ناراحت شدی؟ تو قرار بود دیروز بیای نیومدیم. منم دل واپس شدم. آره تو بمیری. ببینم مایم از صد دفعه بعد نگفتم حق نداری بیای گاراژ در حین انجام وظیفه مزاحم من بشی. خب حالا اومدم که اومدم، مگه چی شده؟ چرا داری امروز بی خودی با ما گرفتگیری میکنی؟ آخه دین تو شاد، اگه بچه ها اینجا بفهمم ما دوتا با هم قاطی هستیم خیال میکنم من باجخورم. خب خیال کنن، مگه چطور میشه؟ مثلا باجخور باشه چیزی ازت کم میشه؟ نفهمیدم.
بنده روزی 100,000 تا دنده تحتی قاز عوض میکنم، خرج خانه رو میکشم، اون وقت بنده بازخورم. سپلش؟ اه تو بونس جمعش کن، تو زیر سرت بلند شده از خر. اما اگه اینجور باشه من از دست میدی، یاد که گفتم خدا دهنت بشتفه. ای خدا تو که همه چی همه گرفتی، این هم از دمون بگی خیال ما رو راحت. خیلی خوب من میرم، اما پشیمون میشی اسقر آقا، بازم میای پیش خود من، اون وقت دیگه نوبت منه که واسه گربه رقصونی کنم. بارم اما من یک مارده اصلا میدونی چیه، من توبه کردم که دیگه دنبال زن جماعت نرم. خیلی خوب، اما این توبه برات گیرون تموم میشه، از قد دست قشنگه، میرسیم به هم. برسیم ببینیم چه رنگه، این آبم ببندم که دیگه پیداش نشه. در این دنیا تفای تنها شدم من، بیون این همه تنها شدم من. اخ سلام بر تارزان بزرگ، ببخشید تارزان گنده ناکرتم. قربونی برم ملایی، والا یه خورده دلم برا تنگ شده بود، یه خوردم برا دلواپس. من یه تو واسه ما دلواپس بشی، مگه من ننم پرم واسه من خورده میکنه، چه برسه این که واسه هم دلواپس بشی. خب نشه که دو میشه، بیا حوش بخون خود یه پشته. نه من روزا مشروب نمیخورم. ماشالله بیا این باش خدمت های کارز من برگرم. های ماشالله بیشتر نرشی به ما. علیکم ننم از خرچون چاکرتم ناکرتم. قربونه تو برم. خب بگورم یک دو هفته کجا بودی پسر؟ هوا بندیمش که اونبارا هوا خیلی گرم بود، ما روزا میپختیم البته نشوان. تو نمیری اینجا گرمتر بود، دو سه روز هوا خوب شده تو میری؟ خب الحمدلله. پس دار چای واسه ما بردی بیا، یکیش خوب باشه. تو میری پاک کنافه شده بنا انگاره ناراحتی چطه؟ نه بابا چیزی نیست. چرا یه چیزی هست؟ میدونی چی هست خاتون؟ راستش پیش مصطفی خان بودم، میگفتش کارهای زباهن و کنترات کرده، تا آخر هفته هر ده تا کامیونشو میبره اصفهان. از منم خواسته که برم اونجا سرپرست راننده ها بشم. خب این که ناراحتی نداره مرد حسابی، تو نصف کامیونش جرهی که میتونی بگی نمیام کامیونت هم نبره. نه آخه اون نمیتونه از پس راننده ها برمیاد، نامردی اگه تناش بذارم. و باید اسباب کشی کنی یا ننه هره بخواهد ببری؟ ننه هره که میبرم. بفرما اینم دو چای جوشیده یه تازه دم. اما یه خبرهای دیگه هم هست. خوش خبر باشی. بگو بینم چی ها؟ راستش چند روزه یه گرفتری اخمده نمیتونم اونو چی کارش کنم. نمزد کرده، نمزد کرده، نمزد کرده. نه بابا هنوز نه. نزدیک. ای خدایا 400,000 دفعه تو را سپاس. یکی از آرزوهای من این بود که عروسی تو رو ببینم، اونم داره رو به راه میشه. تو نمری آقا ماشالله، روز عروسی یه رقصی واسات بکنم، یه آوازی واسات بخونم که تمام مهمونا فراری بشن و تنابنده های خدا از 40 کیلومتر خونه تو رد بشه. الله اکبر الله. حالا دلم میخواد که همچی خالصن و مخلصن به مقدرت پاکه این بزرگوار قسم بخوری که از خالات و آخر عمرت به این وفادار باشی و زبونم نار دست از پا خطا نکنی. نو کرد تو منو برای زیارت آوردی اینجا، اما حالا همچی به من میگی قسم بخور که انگار منو از این خونه بد آوردی بیرون. اگه اینجوری یه جوم چلکیدم بیار آب توبه بری سرم. اما نه من دارم پرت و پلا میگم. آقا ماشاءالله یه زن بی کسی مثل من وقتی بخواد شوهر کنه چشمش کور اول باید بیاد اینجا قسم بخوره. سرجو قربون شکلت برم، یه موضوع ساده رو این قلیفتش نده. والا ما از این حرفا نظری نداریم، ما بچه پاشهریم، این رقمی بار اومدی تو محیط ما. یکی نیم کیلو انجیرم که میخواد بفروشه 18 تا قسم چاشنش میکنه. خیلی خوب، حالا که دلت میخواد قسم میخورم. من به این حضرت عبدالعظیم که هر دوی ما بهش ایمان داریم از حالا تا آخر عمرم بهت وفادار میمونم و قدمی برخلاف میل تو ور نمیدارم. حالا راضی شدی؟ مبارک کنه ایشالله دو فتان به سلامتی دو نوگل خندون که فرده یکیش میشه گریان کذا مرده.
خانم قابلی نداره دهنتونو شیرین کنه یه گلوی چشم بخور نه بخور آبجی بخور که دیگه این پاها نمیده تو چرا اینقدر هولی پسر اول باید دوماد شیرینی بذاره دهن نامزدش بعد آره با راست میگه دیگه خیلی خوب شاید دوماد شیرینی بذاره دهن عشقش منم اینه ببرم تو مردا دوستتون آماده باشین اومدم برو تو ننه برم بفرما بفرما مرشه دهنت شیرین کن شیرین کن باشی آیش خوادی آیش خوادی چرت نزن بره در شیرینی بخواب نامزد کردم بیغیرت خوابه بچه‌شونم خط باشه آره آخه نامزدی که دل خوش کنه که اصل کار عقد کنونه اما من شنیدم اصل کار شب زفافه ای والا آره درسته شما مگه شب زفاف چی کار میکنه؟ اینجا که نمیتونم برات بگم بعدم برات تعریف میکنم بپرس دیگه بپرس بپرس مادر زری خانم میگه بپرسین منو کی عقد میکنن خیلی خوب دستم افتاد در این بخونه تو عراف خوب عروستون رو کی عقد میکنی؟ مادر ننم که خیلی دست بچه از تو کسی حرف نپرسید ببخشید از من پرسید جوابشم خودم میدم تولد امام رضا انشالله تولد امام رضا کی هست؟ یه سال دیگه چون امرو خودش تولد امام رضاست تو خودت این روز رو واسه نومزدی پسرت انتخاب کردی تو راست میگه اصلا یادم نبود خدا مرگم عباده اینه ببینم عید قدیر چطوره آسیه خانوم والا بد نیست پدر خدا بیامرزشم منو روز عید قدیر عقد کرد آره بابا شهود عقدشم منو اسقر بوده خب دختر جون روز عقد کنون که معلوم شد امیدوارم به پای هم پیر شی سلامت باشی انشالله با امید باری تعالی کن آقا آهنگ خوشگله های لاله داره چه خوشگله ها مامانه پاشو برم پاشو برو اون آیا پاشو چونه با من ببیرم با مرشالله میبرختم پاشو برموتو برم گره کردنم آیا بیاد در کمر بید او خوشگله های لاله لاله دال اقیم داشون اخ آدم میمیره فراشون وای آدم میمیره براشون ماتیک میمالن دور لباشون آف آدم میمیره براشون وای آدم میمیره براشون خط چشمی کشن تا دم پوشاشون آف آدم میمیره براشون وای آدم میمیره براشون بوسه تیج میدارن رو چله هاشون آدم میمیره براشون وای آدم میمیره براشون پنه کیک میمالن تا رو سینه هاشون آدم میمیره براشون وای آدم میمیره براشون ببینی والا دار نخون گلیاشون آخ آدم میمیره براشون وای آدم میمیره براشون هی تیغ میزنن به پر و پاهاشون آخ آدم میمیره براشون وای آدم میمیره براشون میری چوب میپوشن بالا دانو باشون آخ آدم میمیره براشون وای آدم میمیره براشون خانوم آلال زاد چش خوش کلاشون آخ آدم میمیره براشون آخ آدم میمیره براشون خانوم آلال زار و اون لباشون خانوم آلال زار و اون چشاشون خانوم آلال زار و پوستشاشون خانوم آلال زار نیجو خوشاشون آخ آدم میمیره باشم امیدوارم همه شبا مثل امشب در حال و قبر را باشی بارده که باشم همیشه سرالم از قد جو طرف امشبا به جز زیاد خورده تو خواب سیل نبره در توبه شنا بلدم چند سال پویچرم قهرمان دو طرف سازی بودم اینا رو خواه از قری خدا به خواهد ما فردا زار زندگی رو جمع میکنیم و راهی میشیم به سلامتی شلا اما راستش از قرم هرچی فکر میکنم
ببینم ما بدون هم نمیتونیم سیر کنیم. آخ گل گفته جون آقا ماشاءالله درد منم همه نه. راستی ببینم اسکان تو میتونی کامیونتو بدی دست صاحبشو بیای اصفهان؟ چرا نمیتونم تو نمیری انقدر این یارو خیکه دلخورم که حد نداره حرف بزنه دو تا پنج تومن و دوزار جریمه نقدیشو میدم و یه هر جاف کشیدش بزنه. خب وقتی من رسیدم اصفهان یکی از کامیونا رو واسه دیگر میدارم نامه میبیسم که تو هم حرکت کنیم و پیش ما اگه این برنامه رو اجرا کنی من ده دقیقه بعدش اصفهانم. آی بچه فکر نمی کنین اگه دوتاییتون از تهران برین من بی پدر مادر میشم. تو که یه گاراژ بابا داری ما رو بخواهی چیکار؟ یه گاراژ درست اما اونا الحمدلله باجیشون جناق شکون بعد آقا رو باید گذه گارم یه بابا بگی بنا باجی اونو سنگین کردی؟ مانه ای نداره امشب دو کیلو گلابه بخواه فردا صبح سبا که سبا بشه. اسخری دوست داری ننه هر بیدارش کنم باش خدا بزی کنی؟ من دیگه دیر وقته مستانش نمیشم ایشالله تو اصفهان میبینمش با امید کنم ایشالله. تاشو در بیا باز من کم بکشتم خیلی آبا جتن چی؟ هیچی نه نوکرتم چیزی نگفت بیا اون دست در بزنم نه نه از آبا جو بدش نمیم یو الله ای با شما این اسخر آقا سلام سلام میمونه بی دعوت نمیخواین اتفاقا به موقع اومدین داشتیم نهار میخوریم برم به آقا ماشاءالله بگم مجده کنیم اون بگیرم آقا ماشاءالله بگو مطمئن همیشه که خانواده آقا ماشاءالله خدمت را سیدن آقا ماشاءالله اسخر پشو پشو سلام علیکم بده من اولا خوبه من نوکرتم بده من سلام اسخر آقا خوبه 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 خوبم برم حضور والده آقا مصطفی ما چکه بکنیم نوکر بیشی حرکت نکن برکتش بیره دهن آب چشتم پاک پاک خواب حالی نوبت شما هست بچه هست خیلی خوش بود خواب بگویدم اینجا رو که راحت پیدا کردیم آره گفتم انگورستون ملک تاکسی سر گوجت و گوشتم خوبه ما معروف شدیم بوده خواب بگویدم تهران چه خبر بود والا مدیکت و پریشب تو باخته مامانهاش نخنماش نه بابا قمار مال کی بود؟ مال عباس یا چش؟ عباس یا چش خودمون میگه. آره. آن امری سوها بیخته بودن تو قاپا فقط من زبل فهمیدم. به نامردی پولاشو بالا کشیدن. ببخش مواد بزله. چرا تو نشد بیدی بیشتر را؟ به نو آشاق شد این نمیده زیدی بیشتر را. یه جب آمده. باب تو شد راست آقا تلو گلی. سر از ما گرد کردی. خواب ببینم از عروست خوش دارم. این آقا هلو میمونه من آگه. کرشم داغش نبینه الا. خب چرا نمیخوری با؟ میخوریم. شما چه تو والگه عروست خوبه یا نه؟ بله چه خوبه ناکرشم داغش نمیخوریم میفرماییم با اجازه شما بفرماییم آقا ماشاءالله من دیگه با عزتون میرم خیر خواه باشه برو داداش فردا صبح اول وقتم گاراژ باشه یاد خدافظ خوش گلده ماشینو خوب تمیزش کن اثر بدی نیست کارشم خیلی خوبه حیوانه عیالوارم هست چایید ساعت رو نه برنج خوردم دم کردم سنگین شدم دلم میخواد یه آروغ اسمی بزنم آروغو ولش کن که اینجا زلزله میشه اون ننه از خواب میپره ای والا چای سرد شده نمیشه خورد چه ساعت رو دید میزنی؟ میخوام برم پیش آقا مرتضی ترتیب کار تو رو بدم تو هم که از راه رسیدی و خسته ای بگی بخواب شب همدیگه رو میبینی والا خب برا منم یه کار کوچی که تو حیات دارم انجام میدم و میام میکپم یا او من دارم میرم چی دارم بشه؟ آوری کلبه حالا شدو دختری ببینه چیه؟ دارم میخواد همه یه دندونات طلا رو بگیر من که دندونام سالمی خیلی خواه باسه 36 تا علنگو میخورم از اون علنگو گنده ها نجد جانم دارم میخواد از دفعه Thank you.
بشین به کارت برس، من میرم وام کنم. نه، خودم میرم. خیلی خوب. ماشالله یه ناکس برگشته باز دارن حال میکنن. نه خیر، اینا بالاخره یه بچه تو دالون کار میذارن. بچه یه تو دالون میشه آلن دالون. سپر با؟ نه، زن همسایه بود. بیچاره پا به ماهه، میگفت بیا یه توکی پا بریم تا زایشگاه و برگردیم. این وقت روز؟ آره، آخه خیلی ناراحت بود. بمیرم الهی، واسه همینه که دارن جلوی بچه دار شدن و میگیرن. تو رو خدا نگاه کن، این وقت روز سلات تو جرما زن بیچاره باز داره وضع هم بکنن. خب دیگه چاره چیه؟ من میرم دوتا. نه نه نه، شما نه، من خودم میرم. شما از راه رسیدین، خسته این. چی رو خسته هم؟ من کمره قول رو شکوندم، من تو ماشین همش خواب بودم. بس برم دکتر میرم. نه از خراقا، بی خودی پافشاری نکن، این دکتر آوردن فایده نداره. آخه اون میخواد بره زایشگاه، من باید ببرمش. خوبیت نداره، شما مردین، بهتر شما برین استراحت کنین. خیلی خوب، چون شما میفرمایین من میرم استراحت میکنم. با اجازه. ببخشید، وقتی خانم بزرگ از خواب بیدار میشه بهش بگین من کجا رفتم. چش، نمیذارم دل واپس بشه. پنج اصله. دنده باشی. تصدق تو. فدا. سلامتی. مزمن. قربونتون. اصغر جون. جان. من ترتیب کار تو دادم. کامیون تو همین گاراژ بغلیه. فردا یه دستی به موتورش میکشن و پس فردام تحویلت میدن. بیا. این از سویچش. آخه زنده باشه آقا ماشالله. ما کی باز خوبیای تو رو جبران کنیم معلومه.
بابا ما که جیر جیرکتیم داش از خواهی کمتری این قضه با ما نستلی خرف نزن نوکرتن برو بالا سلامتی نوشت جونت آخش ببینم امشب چطه اصخه اینگار یه خود ناراحتی راستش میخوام یه چیزی بهت بگم اما نمیدونم چجوری شروع کنم والا تا اونجا که به عقل من میرسه فقط موضوع ناموسیه که وقتی آدم میخواد به رفیقش بگه زبونش به هم میاد اتفاقا موضوع ناموسیه موضوع ناموسیه؟ به خانه آیا اگه همی امشب میکشمش من سری رو نمیگم چیش رو میکشی بده هر تا بزنم بر بردم کن برم آیش تو کارت دارم از خواهر به روح پدرم سرش رو میبرم میذارم کف دست درش بابا آیش تو من هر تا بزنم بر دست رو بکن ما چهر سر ناسر اومدی ادعی لوتی گیری میکنی ما نمیتونیم کلاهی بی غیرتی بزنیم سرمون بار کنار چی به خیالت رسیده ماشالله من هنو همون اسقر دست قشنگ بچه با فردوسم فیلم مادش صد تومنه زندشم صد تومنه تو روی من وای میسی اسقر باری کر دست خوش با اینه بهش میگم رفاقا آخه تو منو قابل ندونستی که یه دقیقه واسه تو برفم بودی این صندلی رو وردار بخواب و تو مخم و خیالم راحت کن وردا دیگه اصلا من بی خود از تهران پشتم اومدم این وجود من داره زندگی شما رو بیریخ میکنه کی اینو باید گفته؟ شی بابا هر چیزی رو که نباید یکی با آدم بگه تو الان واسه چی میخواستی بری نومزده تو بکشی؟ واسه چهار کلم حرف نیمه کاره من پب وجود من تو زندگی شما زیادیه چند دقیقه پیشم داشتم همینه میگفتم که نذاشتی میخواستم بگم من عذاب اغلیم من زن ندارم اگه چهار رو دیگه تو خونه شما باشم مردم واسه من حرف در میارن حرفای ناموسی تو اگه زنم داشتی و میومدی خونه ما بازم این مردم لیچارگو پشت سر ما ریگ میشستن ولی با تمام این حرفا چی کار میتونیم بکنی؟ هایده من برمیگردم تهرونا یک کاری باز خودم دست با میکنم نه فکر تهرونا از کلت بیرون کن تا سه چهار روز دیگه سرم خلوت میشه یه خونه دروست برات میگیرم که بری سرت تو لاک خودت باشه ننه آبجیتم که میان اینجا ناراحت نباشم بیا بریم بریم خونه که الان برای بچه ها منتظرمونم بیا از من میشنفی بعد پروانه موتورتو عوض کنن تو خیلی تون جوش میاری بیدار کردم بود بلند شدی که ساعت چنده منه؟ ده دقیقه مونده به هفت یه این لباسات دیش چایی هم حاضره اومدم یا خوب میگم که کامیونت که امروز حاضر نمیشه اگه دوست داری بریم شیراز تا آخر شب برمیگردیم خوش میگذرم کی حالشو داره بیاد تا شیراز به شیراز رفتن از راضی نبودم چرا چون تیره هیچ قد خورده بودم این بده بخواب بابا حال نداری این بده
سلام مادر. سلام مادر. بیرست ببینم. میخوای بری شیراز مادر؟ آره ننه. تا آخر شب برمیگردم. اگه خود دیر کردم دارد شعور نزنه. سعی کن بیای مادر. چون من دل واپس میشم. باشم. آن واسه بیا. چایی تو بخواه. این پول فیشت باشه. ممکنه بشه احتیاج. عجیبا پول برداشتی؟ من کی از جیب تو پول برداشتم که این دفعه برداشته باشم؟ ممکنه زری برداشته باشی. این حرفا چیه میزنی ننه؟ مگه اون دوزه؟ من که نگفتم دوزه. گفتم شاید لازم داشته رفته سر جیبه. آخه زنها از این کارا زیاد میکنن. میگی نه؟ حالا میرم از خودش بگم. باشه باشه بیشین ها میگه زندگی من مال اونه. چی رو بپرسی؟ حرفایی میزنی ننه که مرغ پخته قرقر میکنه. بیا این 300 تومنه پیشت باشه. وقتی زری از خواب بیدار شد از قول من ازش خداحافظی کن. خب دیگه ما رفتیم. بیا علی. به خدا سپردمت. سلام علیکم آقا ماشاءالله. سلام علیکم. صبح بخیر. خواب همه چی مرتبه؟ آره اوستا روغنش هم عوض کرده. پس وار شو بریم. یا علی چیه؟ چرا بوتت زده؟ مطلع چی هستی؟ والا یه چیزی میخواستم بهت بگم آقا ماشاءالله. بگو تا یادت نرفته. چیه؟ آره مرتضی خان میگفتش بابت اضافه کار سندار به کسی نمیده. آقا ماشاءالله بی خودی به راننده ها قول داری. یخ کنی بچه. پول اضافه کار بچه ها تو جیب منه. فرده که برگشتیم بهشون میدم. کجای کاری؟ ده بیا سوار شو دیگه. باشه استاد. نهار چی دوست داری واسه درست کنم؟ حالا خورش بادم جون، حلیم بادم جون، پشت بادم جون، قیمه بادم جون، آبوش بادم جون، مطمئه بادم جون اینقدر اسمشون نیار بنا بگیری. جشن ها کردم، اگه من از بادم جون خوشم میاد دلیلی نداره تو هم از بادم جون خوشم بیاد. اگه اینجا اسمشون بری میزنم تو دهنه جا. خانم بزرگ، من با اجازه میرم تا سر کوچه خود خرید کنم. بیام حتما میخوای بادن جون بخری ها؟ چی میخوای بخری؟ نه میخوام برم چند متر کودری بخرم که چادر بدوزم. نمیشه وایسی از تو با هم بریم؟ واسود برمیگردم خانم جون. خیلی خوب برو. اما دفعه آخرت باشه ما شوره اگه بفهمه که پنه رفتی بیرون نراحت میشه. شب اومده اینجا. خب هر چی میخواستی بگه فردا بهم میگفته. آخه وقتی خانم بزرگ بیداره نمیتونم باهات حرف بزنم. خب حالا چی میخواه بگه؟ تو امروز منو با یه جوانی دیدی و حتما پیش خودت فکر کردی که من با اون سر و سری دارم. اما به این قرآن قسم که من یه موی گندیده آقا ماشاءالله رو نمیدم به صد تا از این جوانا. اون کی بود؟ با تو چی کار داشت؟ میدونی از خرقا من تو اولین برخوردی که با آقا ماشاءالله داشتم بدون اینکه فکر کنم که ممکنه ما یه روزی گرفتار هم دیگه بشیم بهش گفتم من شوهر داشتم و پدر و مادر و شوهرم تو تصادف ماشین از بین رفتن. یعنی بهش دروغ گفتی؟ آره
من هیچ وقت رنگ شوهر به خودم ندیدم. روزی که از مشهد برمیگشتیم اتومبیلمون چپ شد، پدر و مادرم و یه دست مسافران مردن، منم بیهوش شدم. وقتی بیهوش بودم یه مرد خدا نشناسی منو بیسیرت کرد، ولی بیهوش که اومدم و موضوع رو فهمیدم دیگه کسی اونجا نبود که ازش شکایت کنم. خلاصه این موضوع گذشت تا ماشاءالله وارد زندگی من شد و من آورد اصفهان. وقتی که اومدم اینجا فکرم دیگه از شر اون موضوع خلاص شدم، اما پریروز همون جوونی که با من دیدیش برام پیغام فرستاد که بیا سر پل خاجوباد کار دارم. وقتی رفتم اونجا تهدیدم کرد که موضوع رو با آقا ماشاءالله میگی. من یه خورده پول خودم داشتم، یه خوردم از جیب ماشاءالله برداشتم بهش دادم، فعلا ردش کردم بری، اما نمیدونم بعدم دیگه چی پیش بیاد. حالا میخوای چی کار کنی؟ دلم میخواد که آقا ماشاءالله اصلا چیزی از این موضوع ندونه، چون اگه بو ببره که من چه گذشته تاریکی داشتم میدونم که دیگه عقدم نمیکنه. خیلی که دوستم داشته باشه مثل یه زن بدکاره منو میشونه. اینه که اومدم ازت خواهش کنم که به ماشاءالله حرفی نزن. والا تو از آدم یه چیزهایی میخوای که بحث و رسوم رفاقت نمیتونه باشه. اسخر آقا تو رو به این قرآن به من رحم کن، من اونو دوست دارم. تمام فرمایشات شما متین، ولی مثل این میمونه که من و تو دست به دست هم دادیم و میخواییم با آقا ماشاءالله کلک بزنیم و خدا نکرده کلت برش بزنیم. یعنی میخوایی به ماشاءالله بگیم؟ نه نمیگم. چشمم روشن، توف به روتون بیاد، بی حیاهای نمک نشناس. تو این مادر؟ به من دیگه نگو مادر، تو لیاقت اینو نداری که پسر من باشی. آخه نمک به حروم، ماشاءالله این لجره رو با امید تو گذاشته رفته مسافرت. آدم از امونتی رفیقش اینجوری نگهداری میکنه؟ نامرد! اما تو حیف نون، جون به جونت کنن هرزه و بدکاره ای. البته خیلی سعی کردی به هم به قبولونی که عیسی رشته و مریم بافته ای، اروای بابات، اما زود خودتو لو دادی. تو لیاقت پسر منو نداری بیچاره، تو باید بری تو اون لجنزاری که برای شما ساختن هر ساعت تو بغل یکی باشی. بیا برمد. الله اکبر، انگار به دلم برات شده بود عقد و عقب بندازیم، وگرنه الان این کسافت به گیس من و ریش پسرم چسبیده بود. اجازه بده مادر دو کلمه ما حرف بزنیم آخه. گمشو نکبتی، حرفتو ببر واسه عمت بزن. حرف بزنم میخواد 70 سال سیا نزنی. چه دور و زمونه ای شده، نمک آدمو میخورن، نمک دونو میشکنن، تازه دو خورت نیمشون هم باقیه. توف انگار از دیروز داره یه چیزی میخوای بهم بگی اما رود نمیشه. ها چی میخوای بگی؟ حرف بزن ببینم. خجالتو بذار کنار، مرد باش، هر چی تو دلته رو کراس بهم بگو. بگو ببینم چی میخوای بگی. درست حد زدی آقا ماشاءالله. یه مطلبیه که باید بهت بگم، چون تو اوستای منی، نون و نمکتو خوردم، اما گفتنش کراس. اما با همه این حرفات اون مطلب رو به من میگی مگه نه؟ میدونی آقا ماشاءالله من سواد درست حسابی ندارم، واسه همینم هر وقت با یکی حرف میزنم میخوره تو ذوق طرف. شما باید به من قول بدی که از حرفای من عصبانی نشی. قول میدم. خاطر جمع باشم. دیاره بچه، یه مرد داره بهت قول میده. من پیروز. یه چون بچه هم؟ پیروز دایی خانم و اسقر آقای یه جای مشکوکی با هم دیدم.
ببینم پسا، تو مطمئنی که آوازی فیر نمیزنی؟ ها؟ من با چش خودم اونا رو دیدم. مگه تو هم موضوع رو میدونی؟ کدوم موضوع رو؟ آخی با این قیافه‌ای که تو گرفتی آدم جرأت نمیکنه حرف بزنه. براخره موضوع رو به هم میگی یا نه؟ نه، اصلا چرا از من میپرسی؟ برو از فاسقش بپرس که دیشب تا صبح بغلش خوابیده بود. نفهمیدم. یعنی تو همین خونه؟ اونا دیگه باز ارشادشون رو بکن. و اشهد ان محمد عبده و رسول الله. من دیشب اونا رو با هم دیدم، ممکنه از ترس فرار کرده باشن. ای روزگار، اینم از رفیق جونجونیمون، رفیقی که انقدر بچه بودیم با هم بزرگ شدیم و اقلن هزار دفعه سر یه سفره با هم نون نمک خوردیم. آخه چرا مردم این دور زمونه اینجورن مادر؟ آدم تو اینجا دستشو بکنه تو اثر بکنه تو دهنشو بازم گاز میگیرم. کجان اون آدم های بیدوزه کرک که ناموس مردم رو مثل اولاد خودشون میدونستن و دست از پا خطا نمی کردن. همه آدم های حالا نه دوستی سرشون میشه، نه انسونیت، نه معرفت، نه قنون و نمک. اکهی آخه آدم دیگه تو این دور سمونه به کی اطمینون کنه؟ حالا که اونا رفتن پسرم، چرا داری خودتو بی خود ناراحت میکنی؟ نه اونا هنوز از اصفهان نرفتن بیرون، میرم پیداشون میکنم. به فرض اینکه پیداشون کردی، خب به فرض اینکه کشتشون، چه فایده ای داره؟ تو رو هم میبرن گله دار. مادر، تو هنوز از پشت خنجر نخوردی، نمیدونی چه سوزشی داره. پس من از تناب دار نترسون، چون فقط تناب داره که میتونه این سوز جگر رو ساکت کنه. ماشاءالله، ماشاءالله، وایسا نرو، تو رو به خدا وایسا ماشاءالله. خودتو خسته نکن مادر. به اون امامی که رفتم به پاووسش، چشمم به چشمشون بیفته سر جفتشون میبارم و میذارم کف دستشون. ماشاءالله، وایسا، وایسا، حرف آخرم رو بزنم، میفتی تو درد سر. برای یه زن بدکار خودتو تو درد سر ننداز. من جز تو اولادی ندارم، اقلا به من رحم کن. دیگه خیلی دیر شده مادر. منو ببخش. ماشاءالله، ماشاءالله، نرو. مادرت داره ازت خواهش میکنه. چی شده مادر؟ نه چرتا، چرا گریه میکنی؟ آخ ماشاءالله اینجا بود. شانس آوردین که هیچ کدومتون دمپرش نبودی، وگرنه هر دوتون رو کشته بود. خدای من بزرگه. کسی خوننه؟ یا الله تویی داداشون. سلام. سلام آبجی، حالت خوبه؟ بد نیستم داداش. ببینم ننه کجاست؟ تو آشپزخونه است. اونم که همش تو آشپزخونه است. پس بابای بیچاره ما که ما رو سفارش ده. یا انگار ناراحتی داداش. نه چیزم نی، یه چیز خونه چو هرده بیار بخورم. بیا داداش جون. باریکلا، بشین. سلام علیکم. سلام، اینجا چی کار میکنی؟ با تو؟ میگم اینجا چی کار میکنی؟
مگه نرفته بودی اصفهان؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ والا با استنباس رفتم، سروتم اونجا بودم، به پاوری خوردم دیگه. میدونستم، میدونستم که سرتو بزنن، دومتو بزنن تو تهرونی. اون زنی که نمیذاره که سرت به کارت باشه. والا بلا، تو بمیری، جونی آبجیم که از جون خودم بیشتر دوستش دارم، حکایت تامارا نی. میگم با کامنداره دعوام شد، دل کردم اومدم تهرون. مالا چی؟ ماشالله هیچی نگو. چای محصب تو شکر ننه، مغز دماره خورد، ای اصول دی میپرسد دادم. اصلا میدونی چیه؟ تو هم مثل بابای خدا بیامرزد لش و بیفکری. آخه پسر جون، یه خورده هم به فکر زندگی باش. به فکر من پیرزن نیستی، اقلا به فکر خواهرت که میگی از جونت هم بیشتر دوستش داری باش. دیروز اومده بودن براش خواستگاری. چی؟ خواستگاری؟ بیچاره ها پول، با اون پولایی که قلم به قلم از اصفهان بر ما میفرستادی؟ پسره تنیلش خجالت هم نمیکشه، چرا قضیه رو تمومش نکردی؟ داداش، واسه خاطر من اصلا خودتو ناراحت نکن. حکایت، حکایت تونی کوچولو. حکایت، حکایت پابدی و بدبیاری خودمه. میفهمی؟ نه، منظورتو نمیفهم. آره نمیفهمی، نبازتم بفهمی. میدونی، دلم میخواست عروست میکردم. از در کوچه قجرا تا ته کوچه دردارو چراغونی میکردم. تمام گردن کلفتا، حاجیا، کاسب کارا، خلاصه همه لوتی ها با معرفت ها رو دعوت میکردن. سوسن آقاسی هم تو عروسیت میخوندن. بعدش وقتی تو سر و سامون پیدا میکردی، ننه رو میذاشتم پیش تو با فلنگو میبستم. آره فلنگو میبستم، همونطور که بابا هم فلنگو بستم. حالا میفهمم که بابام چطور شد یه حقه بزد و دیگه سراغ ما نیومد. حتما اون بیچارم پا بدی آورده بود. دارم هزینو میگم نه؟ باشو برا، برا لباس منو بیار، میخوام برم بیرون کار دارم. بادا قدر سلام. سلام علیکم. ببخشیم، برنامه تامارا تموم شده یا هنوز رو سنه؟ نه خیر، تموم شده. الان کجا میتونم ببینمش؟ تو صورتخونه داره لباسش عوض میکنه. صورتخونه کجاست؟ برو بالا تو راه رو دست چپ اتاق اولی. قربونت. ماشین احمد خان ما رو میرسونه. اصلا ماشین اون دیگه مال توه. زنش که بشی، کاباراش هم کمپلت مال تو میشه. من الان برمیگردم. اصغر آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ خودت اینجا چی کار میکنی؟ اگه اون شب میدونستم که تو میخوای برگردی تهرون نمیذاشتم. میدونی اگه تو اونجا میموندی ما همه چیز راک و راست و ماشالله میگفتیم و بیگناهیمون رو ثابت میکردیم. اما تو یهو بررفتی، ما هم انداختی تو دردسر. ولی قبل از اینکه بیگناهیمونو ثابت کنیم اون ما رو میکشت. باور کن چند دقیقه پیش وقتی رو سن دیدمت یهو سرم گیج رفت. فکر نمیکردم به این زودی رقاص کافه بشی تا خرخره بری تو منجلاب و از زندگی فاصله بگیری. را بیاف صاحب کافه واسم به پا گذاشته. نگاش کن به پا مالاسیده به ما میگن افقر دست قشنگ. را بیا تقسیم تامی جون، من میرم با این آقا، نیم ساعت دیگه بر میگردم. آه کجا میبری؟ بایست رو بینم. کجا میری؟ اونا برنامه ندارن. از خر میخواد من ناراحت کنه که برم مجیزشو بگم. اما سی سال ما با تعلق به خودمونه، غلط لوتر میگفتین گوزبند گاب اولاغ نمیدونم چی هستی براتون میکاشتن. قربون شما خیلی آقایی. ببینم بچه تو چرا هی کش و قرص میاد؟ خواهش میکنم دیگه مزه نم داد.
بگو بینم دیشب رقصه کاباره ما رو کجا بادی؟ خیلی هم زود. ایوا خواهر جون من راست میگی. شاعر میگه ولکون زال فشا تا نمیری اونجاش قارسه قارسه. قول من برو به تامی جون و صاحب کافتون بگو ممکنه پشت گوشتون رو ببینین اما رنگ سری رو دیگه نمیتونی ببینین. آقا داره خوشمت بگی میکنه. رئیس این نمیخواد بگه سودابر کجا قایمش کرده. چه میگی بقیده؟ تو چه معامله ای باش بکنی؟ بنر جان فرمایه این اسمش چیه؟ ها سیگر. مثل اینکه نخواستی به بچه ها بگی سودابه رو کجا قایمش کردی؟ من زنه به نام سودابه نمیشناسم. زری رو میگم خودتو به کوچه علی چپ نزن. ها پسر با توه زری رقاصه کافه رو میخواه. زری رو میگی؟ اونجاش محفوظه خیال تخ باشه. تو باید به من بگی اون کجاست وگرنه برات گرون تموم میشه. گوش کن آقای جمزبان ماشالله رفیق منه رفیق اونجونی منه درزم خاطر خواهید ذریم هست تا من بی خودی نهشته باشین من نمیتونم جای اونو بهتون بگم. بسیار خوب بزنینش تا زبون واکنه. چه؟ بلنش سفر بگم بلنش سفر بگم بلنش سفر بگم بلنش سفر بگم داشتیم بله که داریم یک بگم بلنش هست نگه داریم. خیلی خوب حرف بزن تا به کجاست؟ من چیزی ندارم که بگم. هر کاری دلتون میخواد بکنین. ببین اسخر جون تو یه وقت تو لاله‌زار زرنگ بودی روزی 2300 تومن پول پیدا میکردی. تا دیدی قبول نی. حالا میتونی زرنگ باشی و جای اون زن رو به ما بگی. من برای این کار هرچی پول بخوای بهت میدم. جای اونو نشونت بدم که شباب بفرستش روستانه کاباره تن و بدنش رو نشونه مردم بده پولاش رو تو بگیری. این دفعه رو نایمده. نه تو بمیری ما این کاره نیستیم. خب شروع کنیم. بایسا حاضر نیست چیزی بگه. هر کاری که دلتون میخواد بکنیم. ببینم اون با کی زندگی میکنه. اومده بودن اینجا؟ به جون خودت اگه چیزی به من گفته باشم تا در رو وا کردم پریدن تو حیات حمله کردن به این بعدش هم تو از را رسیدی. میگم که داداش ماشالله رو خدا رسون برای ما. آره والا وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرت می آوردن. ببینم اسخر کجاست؟ نمیدونم والا
دیشب یه خورده دیر اومد خونه، صبح کله سرم رفت بیرون، به ما نگفت کجا میرم. وقتی از اسمون برگشت چی؟ هیچی به تو نگفت؟ چرا؟ گفتش با صاحب کامیون دعوا شده برگشته تهران. با صاحب کامیون؟ آره آره درسته. حالا چرا اینجا وایسادیم؟ بریم بالا یه چایی بخوریم. نه دیگه باز برم کار دارم، ایشالا یه وقت دیگه. فعلا خداحافظ. قربون شما. قربونی تو پسر. پسرم من. چرا دست خالی برگشتیم؟ والا دو تایی رفتیم اونجا، داشتیم دختره رو می آوردیم. یه او ماشالله سر رسید و نذاشت. کدوم ماشالله؟ ماشالله ریز نقش، رفیق جونی آقا. البته خیلی زدیمش، اما بالاخره نذاشت دختره رو بیارین. احمقای بیشور، شما ها عرضه هیچ کاری رو ندارین. فکرتو کردی؟ حاضری جای اون زن رو به ما بگی یا نه؟ من حرفی ندارم بزنم، راحت هم بذاری. اصخر، اگه حساب لجبازی باشه من از تو لجبازترم، از حلقومت حرف میکشم بیرون. بگو ببینم سریف. گفتم راحت هم بذارین. راحتش کنید، یلا زودتر. معرفت نامه. حالا حاضری حرف بزنی یا نه؟ میتونی منو بکشین اما حرف بی حرف. آخه چرا؟ ماشالله خاطرخواه زریه، ماشالله حفظش کنم. بیچاره چه رفاقتی؟ تو فکر جون خودت باش. شما فقط بلدین بخورین و حرف بدین، رفاقت سرتون نمیشه تا بفهمی من چی میگم. بزنیدش. ولی به هم میرسیم. سلام علیکم آقا ماشالله. سلام، چیکار میکنی؟ والا از وقتی که از خراها اون کامیان ول کرد رفت اسپون، ما هم بی پدر شدیم، اومدیم روی این اتوبوس کار میکنیم. از خراها یه روزا ندیدیش؟ والا دیشب دوره بر خونه پهلوان ساله دیدمش. پهلوان ساله؟ آره، یه زن چادری هم همراهش بود. زنده باشی، خدا حافظ. قربون شما، خوش اومدی. زیاد فکر نکن دخترم، درست میشه، خدا بزرگه. ببین چیه در میزنه. چشم. سلام. سلام، ماشه خونه هست؟ بفرمایی تو. انگار صدای آقا ماشالله هست. بفرمایی تو، بفرمایی. خیلی ممنون. سامانش بره بود. سلام پسرم، خوش اومدی، صفا آوردی. بیا بریم تو بشین. بیا بیا یه چایی با هم بخوریم. بیا بریم. چرا اینقدر ناراحتی؟ بیا بریم تو. نه پرمون، باید برم. چرا با این عجله؟ از قردی شب با یه زن بدکار اومده بود اینجا. آره افسوس که مهمون منی، وگرنه الان این حرف تو دهنت بر میگردوندم. زن بدکاره تو خونه من چی کار میکنه؟ معذرت میخوام پرمون، من قصد بی حرمتی نداشتم. تو عصبانیت یه چیزی از دهنم پرید. حالا به من بگو اونا هنوز اینجان یا نه؟ نه، تا نیای تو اتاق نشینی و یه چایی با من نخوری غیر ممکنه حرف بزنم. بی خودم از من چیزی نپرس. پهلوان، اتفاقی افتاده که زخمش داره جیگر منو میسوزونه. تو این حال کسی میتونه راحت بشینه؟ حالا یا علی، اگه اتفاقی افتاده باشه تو در اشتباهی. آره، خودم هم همینطور فکر میکردم. وقتی شاگردم قضیه رو بهم گفت، صد دفعه به خودم گفتم دروغه، 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 تا رسیدم خونه. اما ای کاش هرگز نرسیده بودم. میدونم، میدونم تو وقتی رسیدی خونه ننت خیلی چیزا برات گفت و ناراحتت کرد، ولی اون یه زن ساده است، قضاوتش پایه و اساسی نداره. اما تو چرا مرد؟ که من سالها برات زحمت کشیدم، راه زندگی و حقیقت بینی و مروت و جوان مردی رو یادت دادم. باره درسته، درسته پهلوان، اما تو سوای اینا درس غیرت و تعصب و دفاع از ناموس هم به ما دادی. اون زن ناموس منه، میفهمی؟ ناموس من. درسته که الان یه زن پست و خودفروشی عذاب در اومده، اما بالاخره یه روز ناموس من بود.
من مجبورم این لکه این ننگ رو با خون بشورم. نه آخه چطور ممکنه اسقر این رفیق چندین ساله تو دست به یه همچین عمل زشتی زده باشه؟ من دیگه حاضر نیستم حرفاتو بشنفم. فقط به من بگو اونا کجان. خیلی خوب، حالا که میخوای در اشتباه خودت باقی بمونی من حرفی ندارم. اونجاست، اونجا تو اتا برو هر کاری که دلت میخواد بکن. تو هم به من دروغ گفتی پهلوان، اما خب طوری نیست، میرم پیداشو میکنم. کجا؟ من هنوز حرفم تموم نشده، باید تو رو از اشتباه در بیارم. من نمیذارم تو دستتو به خون دو بیگانه آلوده کنی. بی تو ماشه. سلام علیکم. سلام. بینم اسقر امشب این طرف ها نیمده؟ والا هنوز که نیمده، اما تا نقالمون بیاد ممکنه پیداش بشه. من میشینم باشه، شما کار داری بود؟ اون خانم با شما کار داره. با من؟ آره، الان یه ساعتی که اونجا وایستده. بریم اینیم چی؟ تو دفاق خیلی بزرگ، اسقر بد جوری تو درد سر افتاده. باید کمکش کنی آقا ماشالله، کمکش کنی. کمکش کنم؟ من دو روزه که تو اون پالش میگردم، اما نمیدونم کجاست. اون واس خاطر تو خودشو به آب و آتیش زده. واس خاطر من؟ آره، اما خود به خداییش بگم باعث این کار من شدم. میدونی قبل از اینکه تو وارد زندگی زاری بشی، من میخواستم اونو با خودم ببرم کافه که شبا اونجاست بخونه، اما تو اونو ورداشتی و بردی اسمون. من گردن شکستم، افتادم رو دنده این لج و یه چیو فرستادم اونجا که مزاحمش بشه. آخه یکی پیش از تو اونو بی سیرتش کرده بود. اینا رو مرشد به من گفته، اصل مطلب رو بگو. اصل مطلب مربوط به اسقر دست قشنگه. اسقر تو اسفون زری رو با یه جوون میبینه، همون جوونی که من فرستاده بودم اونجا که مزاحمش بشه. شب زری با قرآن میره پیش اسقر که حقیقت قضیه رو بهش بگه، اما مادرت اونا رو میبینه و فکر میکنه که سر و سری با هم دارن، در حالی که اینطور نبود. به خدا الا شریک، همه اینا رو من براش توضیح دادم، اما این جوون خود سر قبول نکرد که نکرد. خلاصه زری برگشت ترونو، اومد پیش من، منم همون ساعت یه راست بردمش کافه و دستبالشو بند کردم. اما شب اسخر اومد از جلوی کافه ورش داشت بود. اونو جایی نبود، مست منزل ما. اما من فکر کردم اسقر خاطر خواه شده. این بود که رفتم پیش صاحب کافه برای سوسه اومد، اونم چند تا لاشخور فرستاد اسقر خونین و مالینش کردن و آوردنش تو کافه، از اونجا بردنش تو انباری و باز یه فس کتر دیزن. صاحب کافه میگفت جای زری رو به ما بگو، دلت میکنیم بریم، اما حیوانی اسقر از خاطر تو حاضر نشد چیزی به اونا بگی. اون هرچی کتک میخورد مقاومتش بیشتر میشد، میگفت ماشالله خاطر خواهی زریه، من تو رفاقت نمیتونم جای اونو بهتون بگم. ماشالله آه ماشالله رو امشب ندیده. برا اونا هاش اونجاست. ماشالله جون بود اسقر داره از دست میره، حالش خیلی خرابه، بدو زودتر به دادش بره. چرا وایسلی داری استفاده میکنی؟ چه بلایی سر تو بردن اسقر؟ خوشش اومدی، تو اما خیلی دل خوری. امور سلام علیک هستم. من به تو نارو میدونم اسقر، میدونم اینا همه چیزا به هم گفتن. اصلا وقتی منو چاقورو تو رخت خواب دیدم باید همه چیزو میفهمیدم، باید میفهمدم که چاقو دسته خودشو نمیبره.
اما اینقدر اصلا نبودم که هیچی حالیم نشد. بلند شو برسون تا دکتر. نه بلند شو تا دیر نشده بریم دکتر. دیگه کار گذشته. اونا خیلی منو زدن ماشالله. من دیگه اون اسقر دست قشنگ سابق نیستم. اونا دست منم شیکوندن. اما من بالاخره جای زری رو بهشون نگفتم. اون زنه خوبیم ماشالله. و تو هم خیلی هره باش عروسی کن. الان خونه مرش ساله منتظر تو. ببینم اسقر، اونایی که این برای سر تو بردن چند نفر بودن؟ از من بپرس. 5 نفر بودن، اما 3 تاشون اینو میزدن. یکی صاحب کافه بود، 2 تام از آدماش، مهتی و تقی. سه نفرشون رو بیشترسم. من آرزو داشتم عروسی خواهرم رو ببینم. دلم میخواست روز عروسیش برقصم، بشکم بزنم، شادی کنم. اما خدا نخواست. حالا میسپرم دست تو. باید یه شوهر خوب براش پیدا کنم. روز عقد کنونم سر سفره بشینی که فکر نکنه برادر نداره. اون دلش میخواد سوزن آقا سی تو جشن عروسیش بخونه. من بهش قول دادم که آرزوش رو برآورده کنم. خیلی دلم میخواست که اون آهنگ مخصوص خودم خانومای لاله‌زار رو واسش بخونم. اما من دیگه رفتنی هستم. این کارم تو باید انجام بدی. من به اون گول دادم. نکنه یادت بره. با تو هم مشکل شد. نکنه یادت بره. مگه ما هم قسم نشده بودیم هر جا میخواییم بریم با هم بریم؟ پس چرا منو تنها گذاشتی؟ Oh, God!
نکنه. ازت دور نمیشم، هر جا بری مثل سایه دنبالت میام. چرا هیچی نمیگی ماشالله؟ مرشد که میگفت تو همه چیزو میدونی. دیر فهمیدم تو چه فرشته ای هستی. آره بدبختانه یه خود دیر فهمیدم. اگه اسخر نبود من الان تا خرخره تو منجلاب بودم. اسخر برا من خیلی زحمت کشید، اون من آورد اینجا. کاش که الان بود و میدید که چطور زحمتش به نتیجه رسید. نتونستم بهش بگم. چی شده؟ مگه بلایی سر اسخر اومده؟ چرا جواب منو نمیدیم؟ پرسیدم اسخر چطور شده؟ اسخر مرده. زمانه لوتی گیری بر نمیداره. سه تا نالوتی دیمار فت زدن به نامردی کشتنش. وای خدا، چرا گذاشتی؟ چرا گذاشتی بکشنش؟ دیر رسیدم، یه خود دیر رسیدم، اما بعدش
بعدش باز بودی و میدیدی وقتی اونا تک تک تو چشمام نگاه میکردن پاهاشون چجوری میلرزید و سفیدی چشمشون چجوری میزد بیرون. آره با همون زجری که اونا عسکر رو کشتم منم هفته تاشون رو کشتم. آره هفته شون رو کشتم کشتم. تو سه نفر رو کشتی؟ آره بعدم میخواستم برم یه جایی که دست فلکم به هم نرسه اما دو چیز منو کشوند اینجا یکی وجود تو یکی وصیت عسکر که قبل از مردنش مادر و خواهرش رو سپرد دست داد. تو راجع به اونا فکر نکن من اونا رو اینجا پیش خودم نگرشون میدارم اینم که مثل دختر خودم میمونه اینجا خونه خودشه تو فکر مادر بیچارت باش کلان تو شهر قربت انتظار تو رو میکشه بدایم سپردم به رزفا و مادرم رو با خودش بیره ترم خیالم از بابت اون راحت پس خودت چی؟ اگه به من رحم نمی کنی اقلن به جوانی خودت رحم کن تو قاتلی فردا وقتی هوا روشن بشه تو رو میگیرن و بدار میزنن تو باید همین امشب از اینجا فرار کنی نه من رو از قبل 20 سال پیش هم قسم شدیم که هر کجا میخواییم بریم با هم بریم تا جنازه عسکر رو زمینه من پام رو نمیذارم بیرون تو این موضوع رو به من باگذار کرده بودی خیلی متاسفم